هفته به اتفاق آقای تاکستانی آمدیم منزل خانم روحانگیز. خوش آمدید، خیلی مفتخرم. خیلی ممنون. و قبل از اینکه هر گونه صحبتی ما بکنیم، خود ایشون لطف کردن و با صدای خودشون برنامه ما رو شروع کردن. خواهش میکنم. خانم روحانگیز، قبل از اینکه ادامه بدید به این آوازی که شروع کرده بودید، بله بله، خواهش بکنیم که آقای تاکستانی هم یه خود کوتاه بیان، 4-5 کلم با هم صحبت کنیم، بعد اون وقت شما ادامه بدید. بله بفرمایید. میباشید آقای تاکستانی. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بس هر ساعت داری چی میل کنید آقای نوذری؟ چش فرصت هست. مرسی. شیرینی بفرمینم. پسر چایی هم بیار آخه آقایون. ما غیر از این برنامه هم بارها مزاحم شدیم، پذیرایی شدیم. خیلی ممنون. متشکرم، قربان شما. خانم روحانگیز، بله جان. شما، من دیدم که مشغول ورق زدن این کتابچه هستید. بله بله. شعر مناسبی پیدا کنید. بله. بکنید. من برای اینکه طول نکشه حرفو شروع کردم، میبخشید. خواهش میکنم، بفرمایید. شما چند ساله که آواز میخونید؟ من میتونم بگم که 40 ساله میخونم. 40 سال بله. آواز میخونم. یعنی از 7 سالگی من میخوندم. ماشاءالله. بله. استعدادی. خانم روحانگیز، بله جان. اسم و فامیلی که در شناسنامه شما هست چیه؟ من اسم اصلی بطوله. بله. فامیلی محمد عباسی. خانم بطول عباسی که بله. به نام روحانگیز بله. آواز میخونه. بله. خب شما در این 40 سالی که آواز خوندین، بله. مسلمه که از تقریبا 18-19 سال قبل آمدید به رادیو. یادگیرتر خیلی زودتر اومد، یعنی 1 سال بود که رادیو شروع شده بود من اومدم. بله. خب اون موقع که شما وارد رادیو شدید برای خوانندگی، همکاران رادیویی شما از نظر خوانندگی عرض میکنم بله. کیا بودن؟ کیا با شما بودن که میخوندن؟ بله. خانم ملوک زرابی بود، خانم قمر ملوک وزیری بود، عرض کنم که خانم روبخش بود دیگه، همینا که ادیب خونساری بود. بله. آقای بدیزاده بود. بله بله، اینا بودن. خب چه کسانی با آواز شما ساز می زدن؟ شما پیش چه کسانی آواز می خوندین؟ آیا کسی شما رو تعلیم داده؟ تعلیم داده که من آقای کلنالله خان وزیری تعلیم دادن. بله. من پیش ایشون رفتم درس آواز رو یاد گرفتم. بله. مدت سالهای البته. بعدم با آقای سبا می خوندم. سبا تو ارکستر که داشتیم برای خوندن. بله. آقای سبا بود، مرتضی خان نیداوود بود، عرضم به حضورتون که قاسم نیکپو بود برای پیانو، عرض کنم که حسین یا حقی بود، بعد حسین نامی بود به نام شهبازی، حسین شهبازی. بله بله. اونم گاهی از اوقات با ما همراهی میکرد بری زدن. خب برای اینکه مدت خیلی طولانیه، یعنی مال خیلی سالهای قبله. بل. و ممکنه که شما دقیقا به خاطر نداشته باشید. بل. و هیچ مدرکی هم نداریم اون موقع، نه نواری ضبط میشد که به جا بمونه نه. بل. نمیخوام بگم اولین آواز یا ترانه که در رادیو خوندین، ولی اونی که یادتونه به عنوان اولین کار هنریتون در رادیو، این الان میتونید برای ما تیکشو بگید؟ نه شعر آواز خوندید؟ آواز خوندم. خب تو چه مایه‌ای خوندیدم یادتون نیست؟ چرا، همایون خوندم. همایون خوندید. حالا این دفتر که ماشاءالله پر شعره. بله. یه 2 خط شعر با همون همایونی که اولین کارتون بوده در رادیو واسه ما بخونید. چشم، حاضرم. حالا یه چیزی میل کنین آخه. چشم. حالا تا آقای تاکستانی کوچ بکنن و تار مقدمه رو شروع کنن. بله چشم. Yeah.
جانه با رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنون نماند و چنین نیز هم نخواهد من. هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیست چنون محترم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن و زر و گنج و درم نخواهد ما. متشکرم، قربان شما. من یه نفرم برای شما اینجا دست دادم، ولی 40 ساله که میلیون ها نفر صدای شما رو شنیدن، براتون دست ها زدن، تشویقا کردن و هر کاری هم کردن، بقیده من کم بوده. قربون شما، خواهش می‌کنم. به خاطر اینکه الان بعد از 40 سال شما این تسلط رو دارید هنوز
و انشالله که سالیان سال هم داشته باشید. قربون شما، خیلی ممنون. میبر محبت بفرمایید. خواهش می‌کنم. به خود دست نمی‌رسید به بردری بخوری. آقا شما چه نمی‌فرمایید؟ من خانم چاق هستم، تو این سه چهار برنامه‌ای هم که اخیراً میریم منزل هنرمندا از بس به من میدن می‌خورم، من 7 8 کیلو تاق‌تر شدم. بس میوه مل کنین آخه. خانم روحانی. بله بله. آخرین آوازی که خوندید در رادیو چه تو چه مایه‌ای بود؟ چی بود؟ آخرین آوازی که خوندم دشتی خوندم با ساز آقای سرخوش بودم. بله. عرض کنم که بسیار ایشونم خوب برای من ساز می‌زدن و منم صدای سازشون رو دوست داشتم و خیلی هم من از صدای سازها بیشتر خوشم یه متعویارونا از تارا. بله. بیشتر خوشم. بله. بله. خیلی. شما تو این 40 سال خوانندگیتون و سالها در رادیو بودن بین همکارا و اینا خاطره خوشی ندارید برای ما؟ ولی ما زندگیمون اصلا از اول زندگیمون خاطره بوده تا الی آخر. خب این که واسه همه هر روزی که میگذره دیروزش برای آدم خاطره میشه، ولی برنامه ما داره الان موقعی پخش میشه که روز جمعه صبح و مردم یک هفته کار کردن، خسته، گفته، خودشون صاحب مقدار زیادی خاطره های رنگارنگ، ولی ما تو این برنامه باید همیشه واسه اینا خاطره خوش رو کنیم. بله. شما یکی از خاطره های خوشتون رو بگیم. والا یه خاطره ای ما داریم که مدرسه آقای کلنر که بودم درس میخوندم، یه آدمی بودم بی سواد، سواد نداشتم، در ضمن به من یواش یواش شروع کرده بودن به الف به درس دادن. ما الف به رو میخوندیم و میرفتیم جلو، شب هم که میمدیم خونه تمرین الف به میکردیم. رفتی اونجا، حالا کسی که سواد نداره بهش دارن میگن که بیا یه تصنیف فرانسه فارسیه بهت بدیم بخون. کسی سوادش نداره، الف به بلد نیست، فرانسه فارسی میخوام به من یاد بدن، بعد نیست. خب بفرمید. خیلی جالبه. گفتم خب بفرمید و نوشتن گذاشتن جلوم. گفتم والا من این که نمیتونم بخونم، برای به گوشم یواش یواش بگین تو تو گوشم برشو بخونم. تو گوشم خوندم، این بود: آ ب ب س د ا ف ج ا ش ی، سر تا پا چون هارون رشیدی، کا ال ام ان او پ ک و ر س ت، قلبم از عشق رویت یخ بسته، ایگرگ زد آ ب س د اف ج آش، آره دوست میدارم یواش یواش. دیدم که این خیلی گفتم خب باقیش، گفتن همین بس کافیه. خب بعدا یاد گرفتم دیگه، رفتم تون دیگه چیز کردم و تو مغزم اینو جا دادم. بعد هی خوندم کنه، گفت نه بعد خوب، خیلی خوب، خیلی عالی. برای این که قافیه جور کنم بگن دوستم داشته باش، ایگرگ زد هاش آش. خب قشنگ بود، خوب بود. اینم یه خاطره بود اونجا برای ما. یه چیزی که ما از همه میپرسیم که یادمون رفته از شما پرسیم، الان بپرسم، قبلا چند سالتونه؟ من والا اگه ازم سوال دیگه نکنید 10 سال 2 سالمه فقط. 10 سال 2 سالمه دیگه پامو اون بدتر هم نمیذارم هیچ. 10 سال 2 سالمه. بله 10 سال 2 سالمه. یعنی چی؟ ما معنیشو نمیفهمم. 12 سالم بیشتر نیست. خب بعد از شوخی همین دیگه. چه شوخی دیگه. یه دقیقه پیش اوائل برنامه‌مون شما گفتید که من 40 سال آواز میخونم و از 7 سالگی شروع کردم. این تا اینجاش که 47 سال. درسته این 47 سال؟ 7 ساله بودم که میخوندم. 40 سال هم دارید میخونه؟ چهل از همون وقت به این بعد دیگه 40 سال دارم میخونم. خب این شد 47 سال. خیلی خوب. 47 سالتونه. خیلی خوب. اجازه بدی ضرب در 5 بکنیم. که بشه 50. 5 تا 12 تا. که بشه چند؟ خوبه 60 تا. برای دیگه. نه 60 نیست، اشتباه. نه 59.5. نه اونجورام نیست. اونجورام نیست. نمیخوام شوهر کنم که. نه میخوام شوهر کنم. نه نه جان. به جای همه این جنگ و جدال راستشو بگین چند؟ همین نمیدونم والله جان شما. جدی میگین؟ اینقدر زیاده که نمیدونم. بله.
خانم ما رسم بر این است که موقع خداحافظی میپرسیم که کدوم یکی از ترانه ها، آواز ها و برنامه های خودتون رو دوست دارید در پایان این گفتگوی کوتاه پخش کنیم. شما آزاد هستید، هم میتونید از مال خودتون انتخاب کنید، هم میتونید از دیگران، هر چی که دوست دارید بگید براتون. آخر برنامه تون بگید. آخر این برنامه اگر داشته باشین این تصنیف رو که مال خودمه، یه تصنیف هست، تصنیف همایونه، اگر داشته باشین اینو، بسیار قشنگ چی هست شعرش؟ شعرش هم اصلا من اصلا نمیدونم. پس اجازه بدید که تو نوارا بگردن، اگر این همایونو پیدا کردن که پیدا کردن، اگر نه یکی دیگه از ترانه ضبط شده یعنی در این آخر برنامه بذارن. بفرمان، مانعی نداری. خیلی ممنون از پذیراییتون. انشاءالله که باز هم بیام اینجا خدمتتون و با تون گفتگویی داشته باشیم. خیلی بد شده، مفتخر شدم به بیارت دیگه. دیگه با سوراد ور ندار. خدا قربان شما. Thank you.